گفتی بیا خونه میخوام توضیح بدم برات. چی میخواست توضیح بدی در مورد سالگرد ازدواج؟ زود بگو، من فقط نیم ساعت مرخصی دارم. ببین چی بهت میگم، برو همون ویلایی که چند بار اجاره کردیم تو کردن بود و اونو دوباره اجاره کن برای یک شنبه هفته دیگه. اگه اونجا نشد چی؟ جای دیگه یو بگیرم؟ ای خدا تو چقدر خنگی، حتما همون ویلا باشه ها. من به همه گفتم ویلای خودمونه، گفتم سر عروسیمون تو به من کادو دادی به عنوان هدیه روز عروسی. آها خیلی خوب، کل ویلا رو برای هفته دیگه با گل و بادکنک کامل تزیین کن، یه کیترینگ هم پیدا کن، بگو که خانم بلاگر ما مراسم داریم، 20 تا غذا برامون رایگان بیاری، ما تبلیغتون رو می‌ذاریم تو پیجمون. حتما لایق اونم پول ندی. 20 نفر چی؟ فقط 40 نفر فامیلای منم. وا مگه عروسی که تو می‌خوای فامیلات دعوت کنی؟ من خودم فقط مامانم بابام خواهرام می‌خوام دعوت کنم، بقیه همه بلاگرن. این سالگرد ازدواج بلاگریه، بلاگرها باید بیان تو مراسممون فیلم و عکس بگیرن بذارن توی پیجشون که فالوورای اونام ببینن که ما چه کولاکی کردیم. یعنی اینا نمی‌فهمی بازم من بعد بگم؟ خیلی خوب باشه، خیلی خوب. خب یه ماشین شاسی بلند خیلی خوب، هر چقدر گرم باشه بهتره، اجاره کن. یه پاپیون قرمز خوشگلم بزن دور ماشین. این هم ماشینیه که قرار روز سالگرد ازدواجمون تو به من هدیه بدی. خب راستی فیلم بردار حتما بگو باشه تمام صحنه ها رو فیلم بردار، بعد فیلم برداری کنه. آره دو تا فیلم بردارم باشه که ریز بری صحنه ها رو بگیرم. بابا میدونی اینو چقدر هزینه داره؟ خب من پول اینا رو از کجا بیارم؟ خب برو از خواهر برادرات قرض بگی، بگو زنم عمل داره پول لازم داریم، اگه بگی برای مراسم میخوای بهت نمیدم. بعد که دیگه مراسم تموم شد و این پوستا رو گذاشتم، خب من معروف‌تر میشم دیگه، کلی تبلیغ میگیرم، پولشون رو با اون تبلیغات بهشون پس میدم. برو ازش پول بگیرم بگم برای عمل، اون وقت روز مراسم تو با این همه استوری و لایو و اینا اونا نمیفهمن پول برای مراسم تو خرج کردن. نمیگه این همه پول از کجا آوردی؟ برای مراسم هم که دعوتشون نکردی. عزیزم خیالت راحت باشه، من قبل از مراسم تمام فامیلاتو از پیجم بلاک میکنم. خب نبینن دیگه، به هر حال دعوتشون هم نکردیم. به فکر همه چیز هستم. واقعا دست درد نکنه، خیلی لطف بزرگی میکنی. دیدن انگشتر یادت خواهرت پارسال خواهر بزرگت توی عروسی مریم انداخته بود نگین داشت، اونو ازش بگی، بگو که بهت پس میدیم اونو. من تا از در اومدم تو بیا جلو دست منو بوس کن، اون انگشتر رو بنداز توی دستم. حتما و حتما باید این کارا انجامش باشه. به فیلم بردار بگیم از تمام زوایا فقط همه کارهایی که من تو میکنیم و فیلم بگیری، از غذا، از همه چی، از ماشین، از انگشتر. ببین من اون روز میخوام لایومو استوریامو بتره تا یک ماه دو ماه میخوام 10 تا 20 تا پست بذارم که چشم همه رو در بیارم، بزنم تو چشمشون کارهایی که تو مراسم کردم. آره خیلی خوب باشه. ببین روز مراسم من به فالوورا میگم که احسان من زنگ زده گفته بیا ویلا، سری بعد برم، خیلی هم ناراحت بود اینجوری مثلا نقشمونه. بعد من سری میرم آرایشگاه، بعد میرم مزون لباسام عوض میکنم، میام ویلا. همونجا تو دیگه باید برام سنگ تموم بذاری، تا میتونی منو ببوس، لبامو بکش، مش بگو عاشقتم، ببین بعدم بگو همه اینا رو فیلم بگیره، یکی هم میخوام بزنم اونجا لایو بگیره، یکی دیگه هم استوری دیگه، بعد خودمون رو بکشیم دیگه، بعد همه رو بچزونی با این فیلم و عکسامون. بعدش الان لیست بلاگرایی که بعد دعوت کنی شمارهشون رو بهت میدم، زنگ بزن بگو که سالگرد ازدواجمونه، بعد بگو که سهرجان اصلا خبر نداره، میخوام سورپرایزش کنم، همشون رو دعوت کن. حتما هم بگو بیان اصلا در یادت نره. ناراحت نشی، ولی خدایی این همه عقده بازی برای چیه؟ بابا همون یک شب یه قرمه سبزی درست کنم، من یه کیک کوچیک می‌خرم، این مراسم جمع و جور با هم بگیم تماش کنیم بریم دیگه. من عقده‌ایم؟ خجالت بکش، مگه نمیخوای پولدار بشی؟ مگه نمیخوای به آرزوهات برسی؟ پس بعد پا به پای من بیای، خجالت بکش از این حرفی که زدی. آره میخوام. خیلی خوب، سری برو دنبال کاری که گفتم انجام بده همشون. بذار برم ببینم برای امروز میتونم چیکار کنم. ای خدا شوهر بلاگر شدن دیگه چه مصیبتی بود که تو زندگی من وارد شد. یالا یالا هر دفعه من زدم عربد دختت و سروری سرتری از همه.